سینما و موسیقی دنیاهای متفاوت و فضای منحصر به فرد خودشونو دارن. اما همونطور که مخاطباشون میتونن هم از دیدن یه فیلم لذت ببرن و هم با شنیدن یه موسیقی خوب کیف بکنن، هنرمندای هر کدومم بدشون نمیاد هر دوتا دنیا رو تجربه کنن و خودشون رو توی هر دوتا محک بزنن. واسه همین همیشه بین سینما و موسیقی آرتیستای مختلف در رفت و آمد بودن. انگار که خونه‌شون یه جا باشه اما بعدشون نیاد یه سفری هم به اون یکی جا داشته باشن. این وسط اما کسایی هستن، ستاره‌هایی که توی هر دوتا دنیا خونه دارن. کسایی که ما میدونیم قصرشون توی سینماست اما نمیدونیم که یه خونه کوچولو هم توی موسیقی دارن. بازیگرایی که خیلی جدی و حرفه‌ای و نه به خاطر فقط بازی توی فیلماشون، موسیقی رو هم دنبال می‌کنن. قبلا توی یه ویدیوی دیگه از 8 آرتیست اینطوری، کسایی که ما به خاطر سینما میشناسیمشون اما در حقیقت موزیسین حرفه‌ای هم هستن و آلبوم منتشر کردن گفتیم. حالا بریم سراغ چند تا دیگه شون. من بردیا برجسته نژاد در پادکست آلبوم و این ویدیو در مورد 9 ستاره سینماست که ممکنه ندونین حضور خیلی جدی و حرفه‌ای توی موسیقی دارن. شماره 9، جف بریجز. وقتی سال 2010 جف بریجز به خاطر بازی توی فیلم کریزی هارت که توش نقش یه خواننده موسیقی کانتری روبه افول رو بازی می‌کرد، برنده جایزه اسکار گلدن گلوب شد، خیلی‌ها به خودشون گفتن که این بازیگر دوست داشتنی اگه موزیسین هم بود احتمالاً چیز خوبی از آب در می‌اومد. اما طرفدارای سفت و سخت جف بریجز سر این قضیه اصلاً غافلگیر نشدن، چون می‌دونستن که بریجز کسی که خیلی‌ها اون رو به خاطر بازی توی نقش د دود فیلم د بیگ لوبسکی می‌شناسن، تا قبل از بازی توی کریزی هارت یه به اسم Be Here Soon منتشر کرده. دومین آلبومش که آلبوم موفقی هم بود سال 2011 هم اسم با خودش یعنی جف بریجز توی ژانر کانتری به بازار اومد. اما از همه عجیبتر سومین آلبومش که سال 2015 منتشر شد به اسم Sleeping Tapes توی ژانر امبینته که تمام اوایدش رو هم داده به کمپین نه به گرسنگی کودکان. یه آلبوم تاثیرگذار که موسیقیش رو کیفوس گرین ساخته و بریجز یه سری شعر رو توش دکلمه کرده. شماره 8، ستیو مارتین. ستیو مارتین کمدین بامزه موسفیدی که تا الان توی بیشتر از 50 تا فیلم بازی کرده، سینما تنها چیزی نیست که توی این سالها خیلی حرفه‌ای دنبالش کرده. از همون اول که سینما واسش جدی شد، موسیقی هم به همون اندازه براش جدی بود. ستیو مارتین یه هنرمند معروف توی ژانر بلوگراس و کانتری و از همه مهمتر میوزیکال کمدیه و یکی از بهترین نوازنده‌های ساز بانجو به حساب میاد. مارتین تا الان 11 تا آلبوم منتشر کرده که دومین آلبومش به اسم A Wild and Crazy Guy توی سال 1978 تونست رتبه دوم چارت بیلبورد رو تصاحب کنه و جالب این که تا الان موفق شده 3 بار توی شاخه موسیقی بلوگراس و 2 بار توی موسیقی کمدی برنده جایزه گرمی بشه. از سال 2010 تا الان ستیو مارتین یه جشنواره درست کرده به اسم ستیو مارتین پرایز که یه جایزه 50,000 دلاری به بهترین نوازنده بانجو و آرتیست موسیقی بلوگراس اهدا میکنه. خلاصه توی این ژانر کلی آدم مهمی به حساب میاد. شماره 7، مایکل سرا. مایکل سرا کسی که به خاطر بازی تو سریال Arrested Development معروف شد که اصولاً استایلش طوریه که توی فیلم‌ها نقش پسرای چولمن و دست و پا چلفتی رو بازی می‌کنه، سال 2010 توی یه فیلم کمدی به اسم Scott Pilgrim vs The World نقش یه پسر بیسیس رو بازی کرد و به خیلی‌ها نشون داد که جدا از بازیگری یه چیزایی توی موسیقی هم بلده. اما خب مایکل سرا خیلی بیشتر از اینا از موسیقی سر در میاره. سرا عضو یک گروهیه به اسم The Long Goodbye و واسه گروه ایندی راک میستر هیونلی توی کنسرتاشون بیس گیتار زده. اما مهمترین کاری که تا الان مایکل سرا توی موسیقی کرده انتشار یه آلبوم انفرادی به اسم True Date که یه آلبوم به تمام معنا انفرادی توی ژانر لوفای و ایندی فولک به حساب میاد. سرا خودش آهنگای این آلبوم رو ساخته، خودش خونده، خودش گیتار الکتریک و آکوستیک و بیس گیتار و پیانو و کیبوردز و درامز و پرکاشنش رو زده، تهیه کننده و مهندس صداش خودش بوده، خودش ثبت کرده و خودش هم کار رو میکس نهایی کرده. یعنی یه آدم حرفه‌ای همه فن حریف. جدا از اینا مایکل سرا با گروه ویزر توی اجرای آهنگ هنگان و آرتیست کانادایی آلدن پنر توی اجرای آهنگ مدیتیت هم همکاری کرده. شماره 6، اسکارلت جوانسون. شاید اسکارلت جوانسون محبوب ترین بازیگر هالیوود نباشه. حتی اونقدرم بازیگر فوق‌العاده‌ای نیست. اما جز اوناییه که حضورش توی یه فیلم تأثیر زیادی روی انتخاب مخاطب داره. جوانسون از سال 2018 تا الان گرونترین بازیگر خانم سینماست و مجموع فیلمایی که تا الان بازی کرده بیشتر از 14 میلیارد دلار فروش داشته و یکی از پولسازای هالیوود به حساب میاد. جوانسون با بازی توی فیلم Lost in Translation معروف شد و با بازی توی فیلم Match Point وودی آلن شهرتش به اوج رسید و رسید به جایی که الان هست. یعنی یکی از معروف‌ترین و گرون‌ترین بازیگرای سینما.
جوانسون توانایی موسیقی خودش رو توی سینما بارها نشون داده. از خوندن آهنگ Last Goodbye جف باکلی توی فیلم He's Just Not That Into You گرفته تا موسیقی کارتون سینگ و فیلم The Jungle Book. اما فعالیت موسیقی جوانسون به همین محدود نمیشه. سال 2008 اولین آلبومش رو به اسم Anywhere I Lay My Head منتشر کرد که تقدیم شده بود به تام ویتس و آهنگای این هنرمند رو بازخونی کرده بود. سال 2015 با است هایم از گروه هایم و سه تا دختر دیگه یه گروه رو انداخت به اسم The Singles. البته موسیقی که اسکالا جانسون کار میکنه اونقدر پاپیولار نیست و بیشتر توی فضاهای دریم پاپ و حتی بعضی وقتا آوانگارد میشه تعریفش کرد. شماره 5، بیلی باب تورنتون. بیلی باب تورنتون بازیگری رو از سال 1986 شروع کرد، اما تازه 10 سال بعدش بود که سر نوشتن فیلمنامه و کارگردانی و بازیگری فیلم سلینگ بلید معروف شد، فیلمی که به خاطرش اسکار هم گرفت. خیلی‌ها تورنتون رو با دو تا چیز می‌شناسن. اول بازی توی فیلم بد سنتا که نقش یک بابای نوئل کثیف و خلافکار و بی‌ادب رو بازی می‌کرد، دومی بازی توی فصل اول سریال فارگو. اما خب باید بدونین که موسیقی عشق اصلی و اول تورنتونه، نه سینما. بیلی از 10 سالگی موسیقی رو شروع کرده و از همون مدرسه توی گروه‌های مختلف ساز می‌زده. اولین کار جدیش همکاری با آرتیست معروف آفریقای جنوبی پیت بوتا و عضویت توی گروه جک همر بود که یه آلبوم هم با هم منتشر کردن. اما سال 2001 بیلی اولین آلبوم انفرادیش به اسم پرایوت رادیو رو داد بیرون. سازی که میزنه درامزه، ژانری که کار می‌کنه کانتری بلوز و بلوز راک، و تا الان 4 تا آلبوم انفرادی منتشر کرده. شماره 4، تیم رابینز. تیم رابینز رو با شاهکار تاریخ سینما فیلم شاوشنگ ردمشن میشناسیم. بازیگر سرشناسی که توی کلی فیلم کاردرست بازی کرده و به خاطر بازی توی میستیک ریور موفق شده اسکار بگیره. جدا از بازیگری کارگردان کاردرستی هم است و کلی فیلم از جمله شاهکار ددمن واکینگ با بازی شان پین رو ساخته. تیم رابینز از بچگی با موسیقی بزرگ شده. باباش هنرمند موسیقی فولک و برادرش هم آهنگساز فیلمه. واسه همین موسیقی چیز غریبی واسش نیست. سال 1992 بعد از اینکه تیم رابینز توی فیلم باب رابرتس که خودش کارگردانش بود نقشه تاجری رو بازی کرد که هم میخواست سناتور بشه و هم یه موزیسین موسیقی کانتری، بهش پیشنهاد شد که یکم جدیتر به موسیقی فکر کنه، اما رابینز قبول نکرد. دلیلش هم این بود که میگفت موزیسین بودن یه کار تمام وقت و الان فرصتش رو نداره. اما 15 سال بعد از این قضیه و کلی موفقیت ریز و درشت تو سینما، تیم رابینز فکر کرد که حالا دیگه وقتشه یه سری هم به دنیای موسیقی بزنه. بعدن معلوم شد که تو تمام سالهایی که داشته بازیگری میکرده یواشکی و تو طول 25 سال حواسش به موسیقی هم بوده و آهنگ مینوشته و میساخته. نتیجه این آهنگا و این تصمیم شد تشکیل یه گروه به اسم تیم رابینز اند د روگز گالری بند و انتشار یه آلبوم تو سال 2010 توی ژانر کانتری. آلومی که اونقدر نتونست نظر منتقدا رو جلب کنه، اما خب با این کار تیم رابینز به یکی از اهداف مهم و بزرگی که واسه خودش تعریف کرده بود رسید. شماره 3، راسل کرو. وقتی راسل کرو رو در نقش ماکسیموس دسیموس مریدیوس توی فیلم ستایش شده ی ریدلی اسکات یعنی گلادیاتور میبینیم، با خودمون میگیم این بشر دیگه آخر فیلمه. جاش روی همین پرده سینماست و انگار به دنیا اومده که اینجا باشه. اما خب راسل کرو قبل از این که به این شکل توی سینما شناخته بشه یه موزیسین بوده، یه چیزی فراتر از آواز خوندن توی فیلم موزیکال بی‌نوایان. کرو توی دهه 80 با اسم مستعار راسل روک فعالیت خودش رو توی موسیقی شروع کرد. یه گروه دو نفر هم راه انداخت به اسم رومن انیکس که یکم بعد اوایل دهه 90 باز شدن چند نفر دیگه و عوض کردن اسمشون به 30 Odd Foot of Grunts تبدیل شد به یه گروه کاملا جدی که راسل کرو هم خواننده‌اش بود و هم گیتاریستش. این گروه 3 تا آلبوم منتشر کرد و سال 2005 به خاطر اینکه کرو می‌خواست جدی‌تر موسیقی رو دنبال کنه منحل شد. دست چند نفر از همگروهیاشو گرفت، رفت سراغ هنرمند کانادایی ژانر فورک آلن دویل، رهبر گروه گریت بیگ سی، و یه گروه جدید درست کرد به اسم The Ordinary Fear of God. الان همچنان با این گروه فعال و کنسرت می‌ذاره و آلبوم منتشر می‌کنه. شماره 2، کوین کاستنر. کوین کاستنر کسی که خیلی خوب با گرگا میرقصه و به عنوان بادیگارد از جون یه خواننده معروف محافظت میکنه، بیشتر از اینا زندگیش درگیره با موسیقی. کاستنر با فیلم Dances with Wolves تونست توی یه سال 2 جایزه اسکار هم برای بهترین فیلم و هم برای بهترین کارگردانی رو ببره. آخرین چیزی که از کاستنر دیدیم، یا بهتره بگم شنیدیم، صحبت کردن جای انزو سگ فیلم The Art of Racing in the Rain بوده. جدا از سینما، کاستنر همیشه یه گوشه چشمی هم به موسیقی داشته، تا اینکه به اصرار همسرش سال 2007 تصمیم میگیره گروه موسیقی خودش رو راه بندازه. یه گروه شلوغ 9 نفره کانتری به اسم کوین کاستنر اند مدرن وست که تا الان 4 تا آلبوم منتشر کرده.
یه چیز جالب در مورد کاستنر و این گروه اینه که سال 2009 درست چند دقیقه قبل از اینکه قرار بود توی آلبرتا برن روی صحنه، طوفان استیج رو خراب کرد و یه تیکه از تجهیزات افتاد لای جمعیت و باعث شد یه خانم کشته و 40 نفر زخمی بشن. کاستنر که خیلی از این موضوع ناراحت شد که دو تا پسر اون خانم بیمادر شدن، یه حراج جالب رو انداخت. دو تا گیتار امضا شده با قیمت پایه هر کدوم 10000 دلار و یه شب شام خوردن با کاستنر به قیمت 41000 دلار. آخرین آلبوم گروه کوین کاستنر که سال 2012 منتشر شده تونست بشه رتبه 14 چارت موسیقی کانتری. شماره 1، بروس ویلیس. بروس ویلیس با بازی توی نقش جان مکلین توی مجموعه فیلم‌های دای هارد یه کاری کرد که نشه سینمای اکشن رو بدون حضورش تصور کرد. ویلیس با بازی توی سریال مونلایتینگ معروف شده، از اون موقع تا الان توی بیشتر از 70 تا فیلم بازی کرده. واسه همین یکم تصور همچین آدمی با نقشایی که تا حالا ازش دیدیم سخته که هارمونیکا دستش گرفته باشه و خیلی خوشگل و مهربون موسیقی پاپ و آر&بی و سول اجرا کنه. اولین آلبوم ویلیس یه سال قبل از اینکه با بازی توی اولین فیلم از مجموعه دای هارد سوپر استار بشه به اسم The Return of Bruno منتشر شد که یکی از آهنگاش به اسم Respect Yourself تونست توی چارت بشه رتبه 50. موسیقی اونقدر توی زندگی ویلیس جدیه که به خاطر کار روی آلبوم سومش پیشنهاد بازی توی فیلم Ocean's 11 رو رد کرد که اندی گارسیا به جاش اون نقش رو بازی کرد. ویلیس تا الان با هنرمندای بزرگی هم همکاری کرده، از جمله بی کینگ اسطوره‌ای و گروه بلوز تراولر. موسیقی یه چیز عجیبیه، چیزی که هر کسی که معروف میشه فکر این که خودش رو تو موسیقی هم امتحان بکنه به سرش میزنه. توی همین کشور خودمون مهران مدیری، شهاب حسینی، حامد بهداد، مهدی پاکدل، محمد رضا فروتن، محمد رضا هدایتی، جواد رضویان، رضا عطاران، امین حیایی و خیلی های دیگه سعی کردن موسیقی رو هم به کارنامه هنری خودشون اضافه کنن. ما توی دو تا ویدیو جمعاً 17 تا آرتیستی که شهرت جهانی دارن رو با هم مرور کردیم. کسایی که وجه اشتراکشون با هم این بود که هم تو سینما شاخصن و هم توی موسیقی حضور جدی دارن و آلبوم منتشر کردن. من بردیا برجسته نژادم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین ویدیوهای دیگه‌مون رو هم ببینین و با بقیه به اشتراک بذارین و سابسکرایبمون کنین تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشین.